سرگذشت تلخ، داستان حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی، گرفته شده از کتاب پس از خاموشی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان سرگذشت تلخ را برایتون تقدیم میکنم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. سرگذشت تلخ، قسمت دوم. فقط گاه گاه کاکا و خانم کاکایم را که خیلی کوتاه و رسمی دیده ام. برایم بسیار دشوار معلوم می شود. در ضمن من آرزو دارم که تحصیلم را ادامه بدهم، چرا که بسیار زحمت کشیدم تا خودم را با معیارهای درست درسی رسانده ام و اینکه در آینده چه فاکولتا و چه رشته ای را ادامه بدهم، با ازدواج کردن همه این زحمات و رویاهایم از بین می روند. هنوز حرفایم تمام نشده بود که مادرم حرفم را قطع کرده، گفت که کاکایت انسان روشن فکر است و مانی ادامه تحصیلت نمی شود. و واقعا من از شرایط خانوادوشی و اقتصاد ما به تشویش هستم که آینده چه خواهد شد. و خدا را شکر شرایط زندگی کاکایت خوب است و پسرانش هم درس‌هایشان را تمام کردند و مصروف کارهای خود هستند. خبر دارم که یک مغازه خوب هم دارند و هر دو برادر با هم کار می‌کنند. در ضمن زن کاکایت هم زن خوب و آرام است. دخترش هم کم کم آماده رفتن به طرف خانه بخت خود است. از حرفهای مادرم بوی رضایت می آمد. خواهر و برادرم صرف جرایان را تماشا می کردند. پدر در ادامه حرفهای مادرم گفت که ولی اگر نادره راضی نباشد، من هرگز راضی نخواهم شد. مادرم باز ادامه داد، این یک شانس خوب است. در آینده نمیدانم که چه مردم بخواستگاری بیایند و بیگانه شناختن هم کار مشکل است. خلاصه این دیالوگ برای امشب تا همین جا بود. هر کدام رفتیم تا بخوابیم. همه در بستر خواب خوابیدند. اما من با عالم از فکرهای جدید کنار خیال بافی هایی که برای آینده تحصیل و زندگی کاریم داشتم تا دیرها بیدار ماندم. با این همه شب گذشت و صبح شد. مثل روزهای دیگر روز جمعه فرا رسید. امان بود که این بار کاکایم، خانم و دخترهایش با چهار فرد از اقارب نزدیکشان طبق عنانات و رسوم و خواستگاری آمده اند. ولی این بار مجلس همه قسم گرم بود که جز من نظر بر رسم و رواج و دختری که از آن خواستگاری به عمل می آید نباید در مجلس حاضر شود. بزرگان هر فیصله ای که کردن دختر حق اعتراض ندارد، باید به فیصله بزرگان احترام شود و آن را قبول کند. خب در نهایت همه در مجلس حضور داشتند و فیصله های خودشان را در غیاب من کردند و در نهایت مرا به پسر کاکایم نامزد کردند. پسر کاکا که شاید 10 سال می شد یک دیگر را ندیده بودیم و 8 سال از من بزرگتر بود، بعد از گذشت 3 ماه مراسم عروسی صورت گرفت و در قید نکاح زن مرد شدم که اصلا هیچ شناختی از هم دیگر نداشتیم. در ضمن از عادات و خواستهای یک دیگر نیز آگاهی نداشتیم و چیزی نمی فهمیدیم.
مراسم همه یکی پشت هم گذشتند و من کم کم خودم را و خانه زندگی و زندگی جدید وفق می دادم. منتظر بودم که پدرم با کاکایم که حالا خسرم می شد در مورد ادامه درس هایم صحبت کند. رخصتی های زمستانی آغاز شده بود. دلم را به این خوش کرده بودم که تا آغاز سال تعلیمی جدید همه چیز روال عادی خود را خواهد گرفت. همسرم دیرتر به خانه می آمد که گویا از دکان کارش ناوقت تمام می شود. برادرش هم همراهش در کارها یک جا بود، اما او همیشه در ساعت معین یعنی 8 شب از کار برمی گشت. ولی همسر من زودترین ساعت شب که به خانه می آمد ساعت 1، 2 و یا نزدیک های صبح بود. یکی از شبها که هنوز 1 ماه از عروسی ما گذشته بود ساعت 2:30 شب به خانه آمد. همه شبها تا زمانی که او به خانه نمی آمد نمی خوابیدم. ولی این شب که من برای نوشیدن آب در آشپزخانه بودم او داخل دهلیز شد. مادرش از اتاق بیرون شد و با لحن آرام و کلمات قهر و عصبانی برایش گفت که تو اصلا اصلاح نمی شوی. برایت زن گرفتم که حداقل مسئولیت بگیری و ای کارها را کنار بگذاری و متوجه خانه خود شوی، اما تو اصلاح نشدی. دختر مظلوم گناه دارد که تا آمدنت بیدار میمانه. هنوز از کردارت خبر نداره، فکر میکنه که تو کار میکنی و زحمت میکشی. با شنیدن این جملات سرم چرخید و سخت ناراحت شدم که این چه قصه است که تا هنوز من بیخبر هستم. دوباره صدای مادر شنیده شد که این قماربازی آخر سرت را به باد می دهد و در کدام بلایی گرفتار می شوی. خودت را اصلاح کن. گیلاس از دستم افتاد. تازه فهمیدم که چقدر بدبخت شده ام. ولی دردم را به کی بگویم. هزاران درد و شکنجه و اندازه شنیدن این جملات دردناک نبود. بعد از چند روز در حالی که در اتاق نشسته بودم یک بار سر و صدا فضای خانه را به هم زد و این سر و صداها تا به گوشم رسید. وارخطا دویدم که چه گپ شده. دیدم که مادر شوهرم و خواهرانش و همه با هم داد می زنند و کاکایم در تلفن صحبت می کرد. برادر شوهرم پشت خط تلفن بود. از خلال صحبت ها دریافتم که شوهرم به همراه پسران مامایش با کسی دیگری در جریان میدان قمار جنگ و برخورد کرده اند. از جمله 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی شده اند و باقی همه را به شمول شوهرم پلیس دستگیر کرده است. خب بعد از محاکمه و اجرای حکم شوهرم مقصر اصلی شناخته شد و با مدت 20 سال حبس محکوم شد و قصه اصلی من با طفلی که در بطنم داشتم آغاز شد. حالا که مدت 8 سال از ازدواجم گذشته، هر 2 هفته بعد من به پایوازی همسر زندانیم می روام. در این مدت کاکایم فوت شد و مرا از خانه بیرون کردند و دوباره به خانه پدریم فرستادند. در یکی از دفاتر به صفت اجیر یا صفاکار مشغول کار هستم و از آن پول مصارف پایوازی همسر زندانی خود و 3 طفل کودکم را فراهم می کنم. 2 طفل دیگر از جریان همبستری با شوهرم در جریان ملاقات های پایوازی ها به دست آورده ام که نظر به تقاضای شوهرم صورت می گیره و تقاضاهای دیگرش نیز روز افزون شده است. خلاصه این مسئولیت ها را با داشواری های تمام و عهده‌دار ما به دوش می کشم. سخت مایوسم از این که متحمل قربانی رسوم و انعنات کور و غیر قابل قبول جامعه و مردم خود شده ام. امید فامیل ها با شنیدن قصه ام در مورد فرزندان خود توجه
دلسوزا نکنند و آیندهشان را به خاطر رسوم برباد ندهند. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.